یک شنبه آمانو با تیتر درشت برخی روزنامه ها روی دکه ها می نشیند. تیترها نشان دهنده دو نگاه متفاوت به سفر مدیر کل است. یک نگاه تاییدی و مشتاق و یک نگاه تکذیبی و مشکوک. در اولین ساعت بامداد آمانو با همان لبخندهای مصنوعی و با گزارش‌هایی که غالباً ایران مستقیم یا غیر مستقیم متهم به درجه اولان است از وین به تهران می رسد. آمانو در تهران با رئیس جمهور ظریف و صالحی دیدار دارد، اما بجز روایت‌های کلیشه‌ای و رسمی خبری از این دیدارهای محرمانه به بیرون درز نمی‌کنند. همه امیدوارند حضور آمانو در کمیسیون برجام از سیما پخش شود تا در جریان جزئیات این سفر بالقوه مهم قرار گیرند. تیم‌های شبکه خبر راهی مجلس می‌شوند تا یا مشروع جلسه مستقیم از شبکه پخش شود و یا به طور کامل ضبط و بعداً پخش شود. این بار همه چیز برای یک کار خبری شیک و جذاب رو به راه است، جز پروتکل خاص آقای مدیر کل. شبکه خبر قرار بود که به صورت مستقیم حضور آقای آمانو رو در این کمیسیون پخش زنده کنه و یا اینکه حتی ضبط کنه بعداً پخش کنه، ولی آقای آمانو مخالفت کرد. چرا؟ ایشون گفته بودن که بای ظریف گفته بودن، چون من بای قشقابی صحبت کردم، آقای قشقابی گفتش که آقای آمانو درخواستشون این هستش که، یعنی شرط حضورشون اینه که هم پخش نشه و هم ضبط نشه بعداً هم پخش نشه. و ایشون گفته بود که من میخوام حرفای جدی بزنم و چون نمایندگان حرفای جدی دارن میخوان با هم بزنم، میخوام حرفای جدی بزنم. تعبیرشون این بود. علی ظاهر آقای قشقابی گفتن که از این جهت مانع این شدن که ما بتونیم در خدمت مردم پخش مستقیم یا حتی ضبط بشه بعداً پخش بشه. عصر یک شنبه چون پخش زنده کمیسیون امکان پذیر نمی شود، ابهامات درباره حرفای آمانو در جمع برجامی ها در حال افزایش است. همزمان خبر بازدید مدیر کل ژاپنی العصر آژانس از پارچین روی خط خبرگزاری ها می رود. توضیحات پراکنده زاکانی، کمالوندی و نقوی حسینی برای اقناع افکار عمومی کافی نیست. هماشب تیتر امشب و گفتگوی ویژه سعی می کنند به سوالات و ابهامات پاسخ دهند. بازدید تشریفاتی برای شخص ایشون داره دیده شد و ایشون رفتن از نزدیک دیدن. کمالوندی البته ساعتی قبل از گفتگوی ویژه با سوالات پی در پی فلاح در تیتر امشب روبرو شده بود. من ببینم که ایشون از ماشین پیاده شد یا از داخل ماشین بازدید کرد. حالا من جزئیات نمیدونم. از مکان خواستم تو پارچین نمونه برداری کردن یا نه؟ ببینید من عرض کردم که من با هم نبودم امروز. البته مدتم کوتاه بود. الان به هر حال موضوع پارچین حل شده یا نه؟ باز میخواد همینجوری ادامه پیدا کنه. امیدوار هستیم که در فاصله ای که مورد نظر هستش این مسائل همه یکجا حل بشه. با دانشمندان هسته ای هم دیدار و گفتگوی صورت گرفته؟ نخیر همچین موضوعی در برنامه نبوده و در برنامه هم نیستش. سخنگو در حالی بازدید خبرساز آمانو از پارچین را تشریفاتی می‌خواند که مدیر کل احتمالاً در حال نوشتن گزارش سفر برای شورای حکام است. آمانو در این گزارش که دوشنبه اعلام رسمی می‌شود می‌نویسد نقشه راه وارد مرحله مهمی شده. اطلاعات به دست آمده از راستی آزمایی پارچین مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تا دی ماه نتایجش اعلام خواهد شد. روزنامه‌های دوشنبه از لحاظ نگاه به آمانو کپی روزهای قبل هستند. یک جناح آژانس را مورد اعتماد می‌داند و به سفر آمانو نگاهی کاملاً مثبت دارد. یک جناح مطبوعاتی هم بر مطالبات ایران پای می‌فشارد و به قول‌ها و وعده‌های مدیر کل در تهران امید چندانی ندارد. برجام با هر سرنوشت در مجلس ظاهراً از نظر رئیس جمهور وارد مرحله دیگری شده است. این را میتوان از سؤالی دریافت کرد که روحانی دیروز به عنوان پرسش مهر مطرح کرد. سؤالی که در میان ابهامات بزرگسالان درباره پس و توافق دانش آموزان را هم شاید کمی تا قسمتی حیران کرد. به نظر شما بعد از انجام توافق هسته‌ای با شش قدرت بزرگ دنیا چه فرصت‌های تازه‌ای پیش روی ما گشوده شده؟ فرصت‌های جدید چیه؟ از لحاظ علمی، از لحاظ فناوری و دانش، از لحاظ محیط کار، از لحاظ اقتصاد.